همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان روزنامه واشنگتن پست در گزارش تحلیلی درباره شرایط کنونی رژیم علی خامنهای و به ویژه شخص علی خامنهای آورده است که اگر مجموع شرایط تحلیل های بین المللی و اتفاقات تاریخی را در کنار هم بگذاریم باید بگوییم که علی خامنهای و رژیمش عملا سقوط کردند و شرایط فراتر از چیزی است که بگوییم این رژیم در آستانه این سقوط است تنها تجسم عینی این سقوط هنوز بر جهانیان آشکار نشده است خامنه ای با چالش های عمیق و بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند چالش های که ریشه هایشان هم درون مرزهای کشور و هم در روابط اش با دشمنان خارجی نهفته است البته بهتر بگوییم دشمنان خود ساخته خارجی دشمنانی که اگر جمهوری اسلامی بذر نفرت و دشمنی را در منطقه نمی کاشت هیچگاه دشمنش نبودند در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از دستیابی به اهداف منطقه و بین المللی خود سخن می گویند پشت پرده وضعیت واقعی کشور به مراتب نگران کننده تر است اکنون جمهوری اسلامی با واقعیت ترخ نفوذ گسترده اسرائیل در ساختارهای امنیتی خود روبروست رخنه ای که از رأس هرم نظامی و اطلاعاتی تا به سازمان های نیابتیش در منطقه رسیده است اما این همه ماجرا نیست ترور رهبران نظامی و سیاسی وابسته به تهران در خاک ایران نظیر اسماعیل هنیه و در قلم روحای تحت نفوذ جمهوری اسلامی مثل حسن نصر الله واقعیتی تلخ ضعف و ناکارآمدی امنیتی رژیم را به نمایش گذاشته است این ترورها ها از نگاه بسیاری نمادی از تسلط بی سابقه ی اسرائیل بر دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی و خیانتی عمیق در بالاترین سطوح سپاه پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی محسوب می شود. ترور حسن رسول الله رهبر حزب الله لبنان و جانشین او سید هاشم صفی الدین در قلب نفوذ جمهوری اسلامی به همراه قتل اسماعیل هنیه رهبر حماس بیخ گوش علی خامنه ای گویای عمق نفوذ و قدرت اسرائیل در دست یا به اهداف استراتژیک خود در ایران است بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این ترورها نه تنها نشانگر نقض امنیتی فاهش در ساختار رژیم است بلکه به نوعی حاکی از خیانت فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ولی فقیه است به رغم همه ادعاهای وفاداری و اطاعت فرماندهان ارشد نظامی ایران در برابر نفوذ تراویف کاملا ناتوان ماندهاند و سوی دیگر برخی ناظران این رویدادها را به عنوان نتیجه یک توافق مخفیانه میان جمهوری اسلامی و قدرت های غربی تفسیر می کنند. توافقی که شاید برای خلاصی از شر این رهبران نیابتی و دستیابی به یک مصالحه پنهانی انجام شده است اما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد و بسیاری آن را تنها در چهار شوب تئوری توطعه می دانند. جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به منظور نمایش قدرت خود به سوی اسرائیل موشک پرانی کرده است اما این حملات هم در عمل هیچ دستاورد مرموسی نداشتند و تنها باعث تقویت این تصور شدند که سیاست های نظامی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل بیفایده و بی اثر هستند موشک های پرتاب شده از ایران در آوریل گذشته هم تغییری در معادلات نظامی ایجاد نکردند و بیشتر به عنوان نمادی از ضعف جمهوری اسلامی در مقابله با تلاویو تلقی شدند در زبان فارسی مثلی وجود دارد که میگویند تا کسی سخن نگوید هنرها و عیبهایش نمایان نمی شود و حالا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اولین با موشکهایش را در یک جنگ رسمی استفاده کرده است نشان داده است که تمامی این طراحیها عیب بود و هیچ هنری در آنها دیده نشد این در حالی است که جمهوری اسلامی همواره به سیاست های خارجی خود افتخار کرده و به شبه نظامیان نیابتی مانند حزب الله، حماس و حوثی یمن به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود در منطقه اتکا کرده بود اما تحولات اخیر نشان داده است که این نیابتی ها هم نه تنها دیگر قادر به دفاع از منافع تهران نیستند بلکه خود به اهدافی آسان برای اسرائیل تبدیل شدهاند. اما اگرچه تهران با تهدیدات خارجی همچنان دست و پنجه نرم می کند باید گفت که بزرگترین چالش رژیم در داخل کشور نهفته است اعتراضات گسترده مردمی که در سالهای اخیر به ویژه در انقلاب 1401 اوج گرفت نشانه ای آشکار از نارضایتی عمیق جامعه نسبت به سیاست های حکومت است این اعتراضات دیگر نه بهانه‌ای برای متهم کردن دشمنان خارجی بلکه فریادی از دل مردم ایران علیه فقر، بیکاری و سرکوب گسترده داخلی بود. منشأ این اعتراضات قتل حکومتی دختری جوان بود که در تهران قریب بود و تنها برای سفری کوتاه در تهران حضور داشت که به دست مأموران حکومتی گشت ارشاد کشته شد. نظام جمهوری اسلامی که همواره با تکیه بر نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج توانسته بود صدای مخالفان را خاموش کند، اکنون با بحران های خفته روبروست که از ابتدای به قدرت رسیدن ولایت فقیه با سرکوب های کنترل شدند. این بحران ها اکنون به سطحی رسیدند و رژیم دیگر قادر به نادیده گرفتن آنها نیست. اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. نرخ تورم طبق آنچه که خود دولت ادعا می کند به بیش از چهل درصد رسیده و طبق آنچه که مردم حس می کنند بیش از صد درصد است. نرخ بیکاری در حال افزایش است ارز ملی ایران به شدت کاهش یافته است و ایران بی ارزش ترین پول در جهان را دارد تحریم های بین المللی به همراه سیاست های نادرست داخلی مردم را به ورته فقر و ناامیدی کشانده است در حالی که رژیم میلیاردها دلار از درآمدهای کشور را صرف حمایت از شبه نظامیان خارجی و پروژه های دخالت در دیگر کشورها می کند مردم ایران در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار گرفتند. تمرکز بی علی خامنه ای بر تسلیح و حمایت از گروه های نیابتی در کشورهای مختلف به بهای محرومیت مردم از حقوق اساسیشان تمام شده است. این سیاست ها نه تنها نارضایتی گسترده داخلی را تشدید کرده بلکه خطر یک انفجار اجتماعی بزرگ را هم افزایش داده است. مردم ایران دیگر تحمل این وضعیت را ندارند و نارضایتی عمومی به نقطه رسیده است که رژیم با تهدید یک فروپاشی داخلی مواجه شده است. در همین حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان درگیر جنگ های نیابتی و تلاش برای مقابله با تهدیدات خارجی است. اما واقعیت این است که دشمنان خارجی، دشمنان خودساخته خارجی از جمله اسرائیل با استفاده از نفوذ گسترده در ساختارهای امنیتی ایران و ترور رهبران وابسته به تهران عملا توانستند رژیم را به گوشهای برانند هرچند جمهوری اسلامی همچنان به ظاهر سعی می کند خود را قدرتمند نشان دهد اما در پشت پرده نزد تمام تحلیلگران و حتی همه مردم منطقه تزلزل و ضعف این رژیم آشکارتر از همیشه است رژیم جمهوری اسلامی که مدتها با اتکاب سرکوب و فریب مردم توانسته بود قدرت خود را حفظ کند اکنون در مقابل یک حقیقت تلخ قرار گرفته است نه قدرت نظامی و امنیتیش کافی است نه دیگر میتواند مردم را راضی نگه دارد و سرکوب کند و مردم ایران هم همه به دنبال تغییر هستند این آتش نارضایتی داخلی به زودی به یک انفجار اجتماعی منجر می شود و این پایان کار جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد.